بیش از 36600 نفر. آمار جانگداز قربانیان کرونا در 301 شهر. رقابت برای جنایت و فرستادن مردم به قربانگاه کرونا با ادعای موهوم سفید سازی. آخوند روحانی: ما میتونیم یک رقابتی هم امروز آغاز کنیم در استانهای مختلف، یعنی همه تلاش کنیم به سمت سفید شدن. ما میتونیم یک رقابتی هم امروز آغاز کنیم بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، بین بیمارستان‌ها، بین پارک‌های علم و فناوری در استان‌های مختلف، یعنی همه تلاش کنیم به سمت سفید شدن. محبوب فر، عضو ستاد حکومتی مبارزه با کرونا: آمار کنونی بیماری کرونا 20 برابر آمار وزارت بهداشت است. دولت در برداشتن محدودیت‌ها و ترددها خیلی زود عمل کرد و دغدغه نان را بر سلامت ترجیح داد. اعتراف صریح معاون وزارت بهداشت رژیم: حداقل یک شهرستان و مراکز استان در هر 31 استان منطقه قرمز است. فرزندان ایران با یاد جانباختگان، شورش و نبرد بی امان را برای شکستن جو سرکوب و خفقان ادامه می دهند. شیراز، دوشنبه 8 اردیبهشت 99، کانون شورشی 790، تهاجم به حوزه جهل و جنایت با نام دجالانه حوزه علمیه الزهرا برای فریب توده مردم و تبدیل جنگ ظالم و مظلوم، جنگ استثمار شونده و استثمار کننده، به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و لامذهب.
آمار جانگداز قربانیان کرونا در 301 شهر بیش از 36600 نفر است. اعتراض رئیس جمهور برگزیده مقاومت به بیعملی شورای امنیت در مورد وضعیت وخیم زندانیان در ایران. زندانیان سیاسی در اوین و سایر زندانها به کرونا مبتلا شدند، اما آنها را نه آزاد، نه قرنطینه و نه مداوا می کنند. این زجر کش کردن زندانیان است. همزمان رژیم برای ترساندن و زهر چشم گرفتن حتی در ماه رمضان پیاپی اعدام می کند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان فاجعه کرونا در 301 شهر ایران از 36600 نفر بیشتر شده است. شمار قربانیان در تهران به 6130 نفر، در خراسان رضوی به 2890 نفر، در خراسان شمالی به 410 نفر، در خوزستان به 1660 نفر، در سمنان به 770 نفر، در سیستان و بلوچستان به 799 نفر، در فارس به 895 نفر، در گلستان به 1125 نفر، در همدان به 905 نفر و در یزد به 645 نفر رسیده است. آمار سایر استانها به این ارقام افزوده می شود. در پی سفیدسازی‌های مهم آخوند روحانی و کمتر از 24 ساعت پس از آنکه وزارت بهداشت 127 شهرستان را سفید اعلام کرد، معاون وزیر بهداشت به صراحت گفت مراکز 31 استان کشور منطقه قرمز محسوب می‌شوند و این علاوه بر حداقل یک شهرستان دیگر در هر استان است. از این رو اکثر مناطق کشور هنوز درگیر ویروس است. وی گفت 60 شهرستان هستند که بیشترین میزان بروز بیماری را دارند. در 31 استان مراکز استان شامل این رده‌بندی می‌شود. یک سری جاهای دیگر هستند که میزان ابتلا بالاست. چندین جا در لرستان، خوزستان، تهران، اصفهان و شیراز هستند. در اکثر استان‌ها حداقل یک شهرستان علاوه بر مرکز استان منطقه قرمز است. جمعیت کمی نیست. برعکس مناطق سفید حدود 116 شهرستان هستند که کل جمعیت آنها حدود 15 میلیون هستند. بنابراین اکثر مناطق کشور هنوز درگیر ویروس است. محبوب‌فر عضو کمیته کرونا نیز وضعیت کشور را قرمز توصیف کرد و گفت آمار کنونی بیماری کرونا 20 برابر آن چیزی است که توسط وزارت بهداشت اعلام می شود و این موضوع باعث شده شهروندان این بیماری مرگبار را جدی نگیرند. تا کنون فقط 6% از مبتلایان به کرونا در کشور شناسایی شدند. دولت در برداشته شدن محدودیت‌های اجتماعی و ترددها خیلی زود عمل کرد و دغدغه نان را بر سلامت ترجیح داد که البته تبعات منفی چنین تصمیم گیری عجولانه‌ای هفته‌های آینده خود را نشان خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این بی‌تفاوتی‌ها هفته سوم اردیبهشت ماه جاری موج دوم شیوع بیماری کرونا دوباره کشور را در بر گیرد. در حالی که روز گذشته وزارت بهداشت 10 شهر استان کرمان را سفید اعلام کرده بود، شفیعی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت با این آمار که به صورت روزانه مشاهده می کنیم، روند کاهشی مبتلایان به ویروس کرونا در سطح استان کرمان را نداریم و تصور نمی کنم استان کرمان در وضعیت سفید باشد. به نوشته روزنامه همشهری، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در واکنش به صعود ناگهانی آمار مبتلایان به ویروس کرونا از مردم درخواست همراهی و همکاری کرد و گفت مردم همراهی نکنند وضعیت سخت‌تر خواهد شد. این روزنامه نوشت بی‌توجهی در استان ایلام موجب سیر صعودی آمار مبتلایان به کرونا ویروس شده. شلوغی بازار به یک باره آمار مبتلایان در ایلام را به روزانه 17 نفر افزایش داده که به نسبت جمعیت ایلام نگران کننده است. رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت در 24 ساعت اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این استان باز هم افزایش پیدا کرده است. شهرستان سقز بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان را به خود اختصاص داده است.
تا ظهر امروز شمار مبتلایان به کرونا در شهرستان سقز به 283 نفر رسید. پیش از این زندانیان سقز در 8 فروردین در نگرانی از آلوده شدن به کرونا و در فقدان کمترین امکانات بهداشتی و درمانی دست به شورش زده و شمار زیادی از آنان فرار کردند. چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از موج دوم ابتلا به کرونا ابراز نگرانی کرد و گفت در استان اصفهان بدون احتساب کاشان 12,000 بستری و 700 فوتی در بیمارستان‌های تحت کنترل این دانشگاه داشتند. به یفسود تعداد فوتی‌ها و افراد مبتلای آن نسبت به جمعیت کاشان زیاد و وضعیت این شهرستان تقریباً مشابه قم و گیلان بود. خدابخشی نماینده مجلس ارتجاع از علی گودرز گفت علت بالا بودن میزان مرگ و میر در علی گودرز را باید وزارت بهداشت ارزیابی کند، اما یکی از دلایل آن نبود متخصص بیهوشی در بیمارستان است. دلیل دیگر این آمارها کم بودن تعداد تست‌های انجام شده است. همچنان درصد ابتلا و شیوع در شهرستان بالاست. این نهادها مانند بنیاد مستضعفان حتما می توانند کمک کنند. تا الان هیچ کمکی به علی گودرز نکرده است. از سوی دیگر وضعیت زندان‌های کشور از نظر شیوع کرونا بسیار وخیم است. اکثر زندانیان سیاسی بند 4 اوین به کرونا مبتلا شدند و از سرفه خشک، تب و لرز و اسهال رنج می‌برند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اعتراض به بی‌عملی شورای امنیت در مورد وضعیت وخیم زندانیان در ایران گفت زندانیان سیاسی در اوین و سایر زندان‌ها به کرونا مبتلا شدند، اما آنها را نه آزاد، نه قرنطینه و نه مداوا می‌کنند. این زجرکش کردن زندانیان است. همزمان رژیم برای ترساندن و زهر چشم گرفتن حتی در ماه رمضان پیاپی اعدام می‌کند. اعدام‌های امروز در زندان‌های ارومیه و سنندج در این شمار است. خانم رجوی بار دیگر جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت ملل متحد را به اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی فراخواند و افزود سکوت در برابر جنایت‌های رژیم آخوندی در زندان‌ها نادیده گرفتن ارزش‌های انسان دوستانه است که جامعه بشری به خاطر آنها میلیون‌ها قربانی داده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 9 اردیبهشت 1399 کنفرانس در ایتالیا با حضور پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی. محکومیت عملکرد مجرمانه رژیم ایران در شیوع کرونا و بازگشایی مشاغل در بحبوحه همه‌گیری. La presidente eletta Maryam Rajavi ha chiesto con forza in questi giorni alle Nazioni Unite e a tutte le agenzie e programmi coinvolti. Giulio Terzi, وزیر خارجه پیشین ایتالیا. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با قاطعیت اعلام کرده است سازمان ملل متحد و همه ارگان‌های بین‌المللی باید در اسرع وقت برای آزادی زندانیان سیاسی و قطع اعدام‌ها و رساندن کمک‌های بین‌المللی به طور مستقل به مردم ایران و اجرای اقدامات مؤثر برای جلوگیری از شیوع کرونا دخالت کنند. E questa è una preoccupazione che riguarda ovviamente i nostri amici, i nostri fratelli in Iran. سناتور روبرتو رامپی: مقابله با کرونا رزم مشترک است و ما پشتیبانی خود را از مقاومت ایران که این مبارزه را به سود مردم ایران رهبری می کند اعلام می کنیم. La ragione di questa trasformazione in tragedia è la natura del regime al potere in Iran, che è un regime dittatoriale.
در ایتالیا یک کنفرانس اینترنتی درباره بازگشایی مشاغل در جامعه ایران در شرایط اوجگیری کرونا به ابتکار جامعه پزشکان ایرانی مقیم ایتالیا، هوادار شورای ملی مقاومت ایران و با شرکت پارلمانترها، شخصیتها و منتخبین ایتالیایی و نمایندگانی از جوامع ایرانی مقیم ایتالیا برگزار شد. در این کنفرانس جولیو ترسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا، سناتور روبرتو رامپی عضو کمیسیون حقوق بشر سنا از ائتلاف حاکم، آنتونیو تاسو رئیس گروه جنبش ایتالیایی های خارج کشور در پارلمان، سناتور مانوئل وسکووی دبیر کمیسیون خارجی سنا و نایب رئیس هیئت ایتالیا در مجمع پارلمانی شورای اروپا، استفانیا پتسوپانه نماینده پارلمان از ائتلاف حاکم، جوزپه مورگانتی نماینده پارلمان سان مارینو، شهردار تونی ماتارلی، الیزابتا زامپاروتی نماینده پیشین پارلمان، آنتونیو استانگو رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا، دکتر کارلو چیچولی نماینده پیشین پارلمان و رئیس بخش آسیب شناسی بیمارستان آنکونا و همچنین ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران و نماینده شورا در ایتالیا، دکتر نریمان اردلان متخصص اپیدمی و دکتر مجید بازلی متخصص جراحی عروق از جامعه پزشکان ایرانی در ایتالیا سخنرانی کردند. سخنرانان فریبکاری و پنهانکاری های رژیم برای پوشاندن ابعاد واقعی شیوع کرونا در ایران و آمار شوکه کننده جانباختگان در شهرهای مختلف ایران بر اثر کرونا، کشتار و اعدام جنایتکارانه زندانیان شورشی توسط دژقیمان خامنه ای را محکوم کردند و اعلام کردند که جامعه جهانی باید رژیم آخوندی را وادار به آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی کند. membro e esponente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Signor Rezaei, prego. ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران و نماینده شورا در ایتالیا نخستین سخنران این کنفرانس بود. وی در بخشی از سخنان خود به تشریح اقدامات رژیم ایران برای پنهانکاری بر سر کرونا و ایجاد فضای رعب و وحشت در شرایط شیوع کرونا پرداخت و آن را نیاز رژیم برای بقای حاکمیتش دانست. وی سپس بیانی از عملکرد رژیم در ماه‌های اخیر ارائه کرد و گفت: همه هممیهنانم هر جا هستند سلام می‌کنم. به خصوص گرمترین درودهایم نثار کانون‌های شورشی که این چنین رزمنده و پرخروش تعهدشون رو برای سرنگونی کرونای ولایت پیش می‌برند و در راه کمک به هموطنان در این فاجعه کرونا مجاهدت می‌کنند. بیلانی فشرده از کارکرد این رژیم در رابطه با کرونا در طول مدتی که این پاندمی وارد ایران شده رو خدمتتون میگم. از روز اول اطلاعات مربوط به مبتلا شدن مردم ایران و کشتارشون توسط کرونا رو به اشکال مختلف این رژیم مخفی کرده و این سیاست رو تا همین امروز ادامه میده و کسانی رو هم که اطلاعات مربوط به ابعاد کرونا رو افشا میکنن زندانی میکنه. این رژیم در حالی که در بسیاری از شهرها موج کرونا رو به صعوده، از 23 فروردین مردم رو به سر کارهاشون برگردونده و از 30 فروردین این اقدام رو در پایتخت گسترش داده و شرایط کشتار جمعی مردم ایران رو فراهم کرده. آخوندها به دروغ مدعی هستند که به دلیل شرایط تحریم فاقد امکانات سایر کشورها هستند، در صورتی که اولا هیچ دولتی مانع خرید دارو و مواد غذایی از پولهای بلوکه شده ایران نیست، بلکه این رژیمه که تازه تیم مجهز پزشکان بدون مرز رو اخراج میکنه. فاجعه دیگه این که رژیم امروز زندانهای ایران رو
به میدان قتل عام زندانیان توسط کرونا تبدیل کرده و شورش و فرار را هم با سرکوب خونین و اعدام پاسخ میده. به این جهت در پایان از همه دوستان عزیز مقاومت در همه کشورها و همه وجدانهای آگاه تقاضا میکنم که برای این خواسته ها که از سوی مقاومت و از سوی پزشکان حامی مقاومت و از سوی مراجع مدافع حقوق بشر در جهان بارها مورد تأکید قرار گرفته کوشش کنند. رژیم آخوندی رو باید وادار به آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی کرد. این رژیم رو باید وادار کرد که راه کمک‌های پزشکی و بهداشتی و هیئت‌های ناظر بین‌المللی برای تحقیق و رساندن این کمک‌ها به دست مردم و پزشکان و بیمارستان‌ها رو باز کنه. اقدامات مجرمانه خامنه‌ای و روحانی در پنهانکاری و بی اطلاع گذاشتن مردم و در شیوع گسترده کرونا و روانه کردن مردم به قربانگاه از طریق بازگشایی بیرویه مشاغل و در غصب دارایی‌های مردم ایران و تاراج آن در مسیر جنگ افروزی و تروریسم باید پیوسته محکوم بشه و سرکردگان این رژیم باید در مقابل عدالت قرار بگیرن. مردم ایران در این شرایط تنها و تنها با سرنگونی این رژیم میتونن از شر کرونای ولایت و از فاجعه ویروس کرونا رهاوی یابند و چنین خواهد شد. Sottrarsi alla comunità internazionale. Guarda, in terzo luogo lo fa per continuare a rapinare. وزیر خارجه پیشین ایتالیا طی سخنانی در این کنفرانس گفت رژیم مذهبی حاکم بر ایران از این بیماری مصری به عنوان سلاح وحشتناک بیولوژیکی استفاده می کند. رژیم آخوندی به 4 دلیل استراتژیک که برای بقایش مهم می باشند دست به این عمل می زند. رژیم دیگه آیت الله usa il coronavirus per colpire, terrorizzare e ancor più sottomettere il proprio popolo. 1. برای استفاده از ویروس کرونا برای ضربه زدن، ارعاب و به بند کشیدن مردم ایران. 2. برای باجگیری و فرار از فشارهای جامعه جهانی. 3. برای ربودن سرمایه‌های کشور و بخش بزرگی از کمک‌های مالی و پزشکی و تجهیزات بهداشتی بین‌المللی توسط باندهای در قدرت. 4. برای ادامه بی‌مزاحمت فعالیت‌هایش به عنوان اولین حکومت تروریست در جهان. Per la repressione della rivolta, ma la rivolta continua, la rabbia si è diffusa in modo straordinario. وزیر خارجه پیشین ایتالیا با اشاره به وحشت رژیم از قیام مردمی گفت سیاست دیوانوار رژیم ایران برای مخفی نگه داشتن پاندمی در ابتدا و برای سوء استفاده از آن برای مقاصد تبلیغی و سیاسی متعاقباً به خشم مردم و اراده آنان برای قیام و تحمل نکردن وضع موجود افزود. فقر و گرسنگی در تمام کشور شیوع پیدا کرده است و این موضوع این رژیم را می ترساند و زنگ خطر را به صدا در می آورد و او را وامی دارد تا دست به سرکوب بزند. جولیو ترسی در پایان افزود همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی با قاطعیت اعلام داشتند، سازمان ملل متحد و همه ارگان‌های بین‌المللی باید در اسرع وقت برای آزادی زندانیان سیاسی و قطع اعدام‌ها و رساندن کمک‌های بین‌المللی به طور مستقل به مردم ایران و اجرای اقدامات مؤثر برای جلوگیری از شیوع کرونا دخالت کنند. La presidente eletta Maryam Rajavi ha chiesto con forza in questi giorni alle Nazioni Unite e a tutte le agenzie e programmi coinvolti di intervenire immediatamente per ottenere la liberazione di tutti i prigionieri politici incarcerati, per fermare le esecuzioni, per avviare con la massima urgenza un'inchiesta internazionale indipendente e per adottare misure efficaci contro l'inarrestabile diffondersi della pandemia. Senatore Roberto Rampi, عضو کمیته حقوق بشر سنای ایتالیا
در سخنان خود به وضعیت بقایت سخت حقوق بشر در ایران متأثر از پاندمی کرونا پرداخت و همبستگی خود را با ایرانیان ابراز کرد و آنان را حامل تمدنی عظیم و فرهنگی کهن و خلقی خارق العاده و شایسته دولتی که در شأن این تمدن باشد دانست. Per i regimi totalitari, per i regimi violenti, per i regimi di sangue diventa una straordinaria occasione, purtroppo, per aumentare i livelli di repressione. سناتور رامپی نگرانی خود را از شرایط زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم ایران ابراز داشت و افزود: ما نگران شهروندان عادی نیز هستیم، به خصوص که این رژیم به هیچ وجه در صدد تأمین سلامتی آنان نیست و ابداً عملکرد مناسبی در مورد انعکاس ارقام مربوط به پاندمی ندارد. ma sia per ragioni di interessi, perché la nostra sicurezza non può esistere se non c'è democrazia nel mondo. وی عمل کرده رژیم از جمله پنهانکاری آمار جانباختگان کرونا را مایه نگرانی برای سایر نقاط جهان دانست و گفت: در این مورد همه متفق القول هستیم که این رزم مشترک است و ما پشتیبانی خود را از مقاومت ایران که بی‌محابا این مبارزه را برای حفظ منافع ایرانیان رهبری می‌کند اعلام می‌کنیم. È una battaglia che ci interessa tutti e noi diamo tutto il supporto alla resistenza iraniana che coraggiosamente anche in questa battaglia sta facendo gli interessi del popolo iraniano. Grazie. رقابت برای جنایت و ماورای وقاحت در ادعای موهوم سفیدسازی با پرهیز از هر گونه قرنطینه و توجیه گسیل مردم به قربانگاه کرونا. آخوند روحانی: ما میتونیم یک رقابتی هم امروز آغاز کنیم در استانهای مختلف، یعنی همه تلاش کنیم به سمت سفید شدن. این تصمیم اخیری که ما اتخاذ کردیم به نظر من تشویق کننده استانها و شهرستانها و تشویق کننده همه محققین ما و شرکت‌های دانش‌بنیان ما هست و اون تقسیم شهرستانها به سفید و زرد و قرمز که اونجاهایی که شرایط سفید دارن بتونن فعالیت اجتماعیشون رو راحت‌تر انجام بدن. البته پروتکل‌ها باید همچنان مورد مراعات قرار بگیره، اما خب این تصمیمی که اتخاذ شد که مثلا مساجد، محافل دینی و مذهبی در جاهای سفید با توجه به پروتکل بتونه فعالیت خودش رو آغاز بکنه از حالا نیمه ماه رمضان، معناش اینه که ما میتونیم یک رقابتی هم امروز آغاز کنیم بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، بین بیمارستان‌ها، بین پارک‌های علم و فناوری در استان‌های مختلف، یعنی همه تلاش کنیم به سمت سفید شدن. عضو ستاد حکومتی مبارزه با کرونا: آمار کنونی بیماری کرونا 20 برابر آمار وزارت بهداشت است. دولت در برداشت شدن محدودیت‌های اجتماعی و ترددها خیلی زود عمل کرد و دغدغه نان را بر سلامت ترجیح داد. محبوب‌فر عضو ستاد حکومتی مبارزه با کرونا در اذعان به بی‌اعتباری آمار مهندسی شده وزارت بهداشت رژیم گفت: آمار کنونی بیماری کرونا 20 برابر آن چیزی است که توسط وزارت بهداشت اعلام می شود. وی گفت: بنده به عنوان یک متخصص بیماری های عفونی و ویروس شناس به این آمارها خوشبین نیستم، چرا که تاکنون فقط 6% از مبتلایان به کرونا در کشور شناسایی شدند. عضو ستاد حکومتی مبارزه با کرونا افزود: دولت در برداشت شدن محدودیت های اجتماعی و ترددها خیلی زود عمل کرد و دغدغه نان را بر سلامت ترجیح داد، که البته تبعات منفی چنین تصمیم گیری عجولانه‌ای هفته های آینده خود را نشان خواهد داد.
اعتراف معاون وزیر بهداشت رژیم. وضعیت کرونا در 60 شهرستان که مراکز استانها و شهرهای بزرگ هستند قرمز است. در حالی که دم زدن از سفید بودن این یا آن شهر و منطقه در ایران به علت خودداری رژیم از قرنطینه قم از روز اول و پرهیز از هر گونه قرنطینه جدی ادعای موهوم و بی‌پایه است، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت رژیم اعتراف کرد 60 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا هستند. در خود این شهرستان ها هم شرایط یکسان نیست. از آنجایی که این شهرستان ها جزو مراکز استان ها بوده و از شهرهای بزرگ محسوب می شوند، جمعیت زیادی را به خودشان اختصاص می دهند. معاون وزیر بهداشت رژیم در عین حال مدعی شد که غیر از 60 شهرستان در وضعیت قرمز و 116 شهرستان در وضعیت سفید، بقیه یعنی حدود 224 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. البته معلوم نیست که وقتی منعی برای ترددها به طور جدی نیست و در حالی که وضعیت فاصله گذاری ها نیز به خصوص در تهران و کلان شهرها مورد اعتراض همه کارشناسان است، چگونه میتوان از منطقه سفید و زرد صحبت به میان آورد؟ این فقط دجال بازی و توجیه تراشی برای فرستادن مردم و زحمتکشان به قربانگاه کرونا و پیشبرد مجرمانه بازگشایی مشاغل در طرح جنایتکارانه خامنه‌ای و روحانی است. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم 9 اردیبهشت 99 مهندسی جنایتکارانه آمار قربانیان کرونا در آمار قطره‌چکانی، قرار داشتن 2983 نفر در وضعیت حاد، شدید یا بحرانی. 1112 مورد جدید قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 ظرف روز گذشته و امروز تا این لحظه که در خدمت شما هستیم ثبت و شناسایی شدند و با توجه به شناسایی این موارد ما 92584 مورد ابتلای قطعی به این بیماری رو تا این لحظه میتونیم خدمت شما عزیزان گزارش کنیم. 2983 نفر از عزیزان هموطن مبتلا به این بیماری هم در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ها و مراکز درمانی در سراسر کشور تحت درمان و مراقبت هستند و 71 عزیز هموطن مبتلا به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادند و تا امروز و این لحظه که خدمت شما هستیم 5877 نفر مجموع آمار مبتلایان در گذشته مسجل ناشی از این بیماری در سراسر کشور هست. ثورة ضد القمع ضد الجوع. از سرگیری قیام در لبنان با شعار انقلاب انقلاب به آتش کشیدن بانک ها و مراکز حکومتی، شعار قیام کنندگان حزب الله تروریست است. الحدث، این انقلاب گرسنگان است. قیام کنندگان لبنانی در شهرهای طرابلس، سیدا و بیروت در حالی که شعار انقلاب انقلاب سر می دادند دست به تظاهرات زدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آنها شعار می دادند حزب الله تروریست است. قیام کنندگان در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی، گران شدن مواد غذایی و افت شدید ارزش پول ملی که اکنون به پایین ترین حد خود یعنی 4000 لیر در مقابل 1 دلار رسیده است به خیابان ها ریختند و اقدام به بستن جاده ها و درهم کوبیدن و به آتش کشیدن بانک های حکومتی کردند.
آنها میگویند ائتلاف حاکم به رهبری حزب الله در تلاش است که بانک مرکزی را تحت کنترل خود درآورد. الحدث این قیام را انقلاب گرسنگان نامید. در درگیری میان مردم و نظامیان یک جوان تظاهر کننده بر اثر اصابت گلوله جنگی کشته و 36 تن دیگر مجروح شدند. با سلام، اخبار رسمی آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می دهیم. دشخیمان خامنه ای روز سه‌شنبه 3 زندانی دیگر را در زندانهای ارومیه و سنندج اعدام کردند. زندانیان اهل بوکان، اشنویه و دیواندره بودند. این اعدام های جنایتکارانه برای ارعاب عمومی و مقابله با انفجار خشم ملت علیه کرونا ولایت صورت می گیرد. فرانسه اعلام کرد اعدام نوجوانان توسط رژیم ایران با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مغایر است. خبرگزاری فرانسه ضمن مخابره این خبر افزود سعید پور که توسط رژیم ایران اعدام شد در بین ده‌ها زندانی بود که در اواخر فروردین در بحبوحه شورش‌ها در مورد واکنش رژیم ایران به شیوع ویروس کرونا از زندان مرکزی سقز فرار کرده بود. ادامه خبرها. به گزارش نیویورک تایمز، وزیر خارجه آمریکا در حال تهیه یک قطعنامه و ارائه آن به شورای امنیت است تا مکانیزم ماشه را علیه رژیم آخوندی فعال کند و تحریم‌های سازمان ملل را علیه این رژیم برگرداند و همچنین تحریم تسلیحاتی این رژیم را بعد از انقضای آن در 6 ماه دیگر تمدید کند. به نوشته نیویورک تایمز، استدلال حقوقی این استراتژی روی این مسئله سوار است که یکی از شرکت کنندگان در توافق اتمی بوده. کماکان میتواند از مکانیزم ماشه که در برجام پیش بینی شده استفاده کند. قطعنامه جدید آمریکا کشورها را از صدور تسلیحات متعارف به ایران بعد از انقضای تحریم‌های فعلی در آبان ماه امسال هم ممنوع می‌سازد. مایک پومپئو به نیویورک تایمز گفت: ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم ایران 6 ماه دیگر شروع به خرید تسلیحات متعارف بکند. اوباما هیچگاه نباید موافقت میکرد که تحریم‌های تسلیحاتی ملل متحد پایان یابد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تصریح کرد رژیم ایران دارایی مردم ایران را نه برای نجات آنها در بحبوحه کرونا بلکه برای تروریسم هزینه می‌کند. در توییت این وزارتخانه چنین آمده است: رژیم ایران به گسترش ترور ادامه می‌دهد. ادعای اینکه این رژیم پول کافی برای مراقبت از مردم ندارد و درخواست کاهش تحریم ها را دارد، در حالی است که می دانیم این حکومت واقعا صرفتی را که در اختیار دارد صرف ترور می کند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان شامگاه روز دوشنبه از 3 میلیون نفر گذشت و تعداد جان باختگان به بیش از 210 هزار نفر رسید. بیش از 900 هزار نفر از بیماران بهبود یافتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه در شروع مراسم مذهبی روزانه‌اش از مردم خواست تا از مقرراتی که برای جلوگیری از موج دومی از شیوع ویروس کرونا توسط کشورها در روزهای اخیر اعلام شده تبعیت کنند. دولت زلاند نو اعلام کرد با اعمال قرنطینه و مقررات شدید طی 5 هفته گذشته توانسته است به پیروزی چشمگیری علیه شیوع ویروس کرونا دست یابد و این ویروس را ریشه‌کن کند. جاسیندا آردن، نخست وزیر زلاند نو گفت که انتقال فرد به فرد و گسترش اجتماعی ویروس کرونا در حال حاضر متوقف شده، ولی هشدار داد به رغم بهبود وضعیت زندگی اجتماعی ما محدود باقی خواهد ماند. به دنبال تمدید وضعیت قرنطینه توسط رئیس جمهور آرژانتین تا 21 اردیبهشت، این کشور در اقدامی پیشگیرانه ممنوعیت تمامی پروازهای خطوط مسافربری داخلی و خارجی را تا شهریور تمدید کرد. به دنبال شیوع کرونا، دولت آرژانتین از 20 مارس اول فروردین تمامی مرزهای خود را بست.
وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد آمار کل مبتلایان به کرونا به 750 نفر رسیده است. طی 24 ساعت گذشته 2 نفر از بیماران درگذشتند و تعداد جان باختگان در آلبانی به 30 نفر رسید. ادی رامان نخست وزیر آلبانی اعلام کرد اتوبوس‌ها و ون‌ها برای حمل و نقل بازگردانده می‌شوند. همچنین اجازه بیرون آمدن برای دریافت خدمات خصوصی و عمومی در محدوده زمان رسمی یعنی ساعت 5 صبح تا 17:30 دقیقه عصر داده می شود. با این حال او نسبت به سوء استفاده از این تسهیلات هشدار داد و گفت کسانی که از ضوابط تخطی کنند کسب و کارشان تعطیل می شود. نخست وزیر آلبانی در یک مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد آرایشگاه ها، بارها و دندان پزشکی ها آخرین محل هایی هستند که اجازه شروع کار خواهند داشت، چرا که این امور دارای بالاترین خطر شیوع ویروس کرونا می باشند. به یفزود ما باید به گونه‌ای زندگی کنیم که گویا فردی مبتلا به ویروس کرونا در میان خود داریم تا بدین وسیله دیگران را از ابتلاع به آن حفاظت کرده و آلبانی و سیستم بهداشت آن را حفظ کنیم. پلیس آلبانی اعلام کرد 2200 متخلف مقررات ویروس کرونا را جریمه کرده است. 2000 نفر به دلیل خروج بدون مجوز از خانه‌هایشان جریمه شدند و 200 راننده متخلف نیز گواهینامه‌شان به مدت 3 سال لغو شده است. ادامه خبرها. وزیران خارجه آمریکا و فرانسه درباره مقابله با تروریسم رژیم آخوندی و حسابرسی از این رژیم گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه در یک تماس تلفنی با ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه گویا برای مقابله با تروریسم و حسابرسی از رژیم ایران را به خاطر نقض قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد توسط این رژیم مورد گفتگو قرار دادند. سناتور جیمز ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طی بیانیه‌ای درباره ماهواره پرانی رژیم آخوندی گفت رژیم ایران به فعالیت‌های شرورانه خود به جای برآورده کردن نیازهای مردم ایران ادامه می‌دهد. این رژیم با وجود شیوع کرونا و تلاش برای کاهش تحریم‌ها بودجه سپاه پاسداران را افزایش داده و منابع و دارایی ایران را به پرتاب ماهواره اختصاص داده است. سناتور ریش افزود پرتاب این ماهواره نظامی ادعای قبلی رژیم را مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه فضایی آن باطل می‌کند. این اقدام خودسرانه رژیم ایران نماینگر تلاش آن برای رسیدن به موشک‌های قاره پیماست. برنامه فضایی رژیم ایران تهدیدی علیه جهان متمدن است. وزیر خارجه اوکراین بار دیگر خواستار تحویل جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به این کشور شد. وی تأکید کرد رژیم ایران باید جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی و ضبط‌کننده‌های اطلاعات پرواز را مطابق کنوانسیون شیکاگو به اوکراین تحویل بدهد. در حالی که دولت آخوند روحانی از استقبال مردم از خرید سهام به عنوان یک عامل مثبت در اقتصاد به هم ریخته خود تبلیغ می‌کند، یک کارشناس رژیم گفت رشد حبابی بورس بزرگترین خطر اقتصاد در ایران است. فرشاد مومنی گفت کسانی که می‌دانند این موضوع چه فجایعی می‌تواند در سرنوشت بنگاه‌ها و مردم داشته باشد سکوت کرده‌اند. و آخرین خبر این ساعت، قیمت نفت سنگین ایران در بازار جهانی نفت با حدود 2 دلار کاهش به 10 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت اوپک نیز با 92 سنت کاهش در هر بشکه به 14 دلار و 31 سنت رسید. این در حالی است که قیمت نفت برنت به 20 دلار و 35 سنت رسید که نسبت به روز گذشته 35 سنت افزایش یافته است. روزنامه فاینانشال تایمز نوشت در حالی که ترس از ویروس کرونا باعث ذخیره سازی شده است، شاخص بین المللی نفت هفته گذشته برای اولین بار طی 2 هفته اخیر به زیر 20 دلار در هر بشکه سقوط کرد. بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.